زن زندگی آزادی، این فریاد مردم کشور ماست که این روزها در چند هفته گذشته آسمان کشورمون رو پر ساخته. فریاد دادخواهی، عدالت‌خواهی، فریادی که زن، مرد، جوان و پیر اون رو فریاد میزنن. بر شهری که کفان رو جماعت که زخمی و مصدوم هستند و خون قربانیان این میام. درود و سلام من و همکارانم رو از این استودیو عزیزان پذیرا باشید. خوشحال هستم که در این برنامه نیز برادر عزیزم کشیش مهدی ارشانفر با ما هستن. برادر مهدی عزیز، خواهش می‌کنم. بله، منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما سرورانم، عزیزانم، مردان و زنانی که به خاطر احقاق حقشون، به خاطر عدالتی که باید برقرار بشه در خیابان‌ها هستن، در رنج هستن، در زندان‌ها هستن، در بیمارستان‌ها هستن و بعضی از اونها هم متاسفانه دیگه پیش ما نیستن و باعث درد دل همه ماست و خدا به شما قوت بده، پیروزی بده، سلامتی بده تا همچنان که شجاعانه و جوانمردانه در واقع ایستادید به همچنین ادامه بدید تا ظلم از بین بره و عدالت جایگزین بشه. آمین، آمین. ممنونم کشیش مهدی عزیز. امروز مهمان تازه‌ای داریم، دوست بسیار عزیزم، همکار بسیار خوبم که قطعا این دوستی قدیم ما امروز در این برنامه برای ما مفید خواهد بود. برادر عزیزم کشیش نوری عزیز، فعال سیاسی، امروز در جمع ما هستن. کشیش نوری عزیز، به شما خوش آمد میگم، به برنامه خودتون خوش آمدید. درود بر شما کشیش مقدر گرامی، درود بر شما کشیش مهدی عزیز و درود میفرستم خدمت بینندگان گرامی. آمین که شادم و سلامتی خداوند بر شما گرامیان باشه. در خدمتتون هستم کشیش مهدی. شادیم که با ما هستید ابتدا، ولی کشیش مهدی بایزه شما مخواستیم چنین سوالی رو داشته باشیم از کشیش نوری عزیز. کشیش نوری عزیز، کلیسای خداوند در ایران و حتی کلیسای فارس‌زبان بیرون از ایران سوالی رو این روزها زیاد تکرار میکنن، چون شما به عنوان یک فعال سیاسی و کشیش کلیسای مسیح خدمت میکنید، این سوال رو از شما میپرسم: آیا مسیحیان موظف هستند از هر نوع حکومتی که بر اونها حاکم هست اطاعت بکنن؟ این اون استنباط و برداشتی که بعضی از خادمین، معلمین یا اعضای کلیسا به طور خاص در ایران از اون برداشت میکنن. لطفا نظر خودتون رو بفرمایید. جواب من خیر هست. ما باید از حکام و سرانی اطاعت کنیم که واقعا طبق کلام خدا باشه. اما بعضی از عزیزان خادمین هستن که تعالی میدن، میگن آقا در کتاب اول پتروس و رومیان فصل 13 راجع به اطاعت از سران مملکت صحبت میکنه. اما اگر بررسی کنیم، اجازه بدید بررسی کنیم کتاب رومیان فصل 13 آیه 1 راجع، اول که من اعتقادم بر اینه که این آیات برای حکام خوب است نه حکام بد. اما اجازه بدید بررسی کنیم. در فصل 13 آیه 1-4 میگه هر کس باید تسلیم قدرت ها باشد، زیرا هیچ قدرتی جز از سوی خدا نیست. قدرت هایی که وجود دارند از جانب خدا مقرر شدند. پس آن که بر علیه قدرتی عصیان کند در حقیقت علیه آنچه خدا مقرر کرده عصیان ورزیده است و آنانی که چنین میکنند مجازات را برای خود میخرند، زیرا راست کرداران از حکمرانان حراسی ندارند اما خلافکاران از آنها میترسند. آیا میخواهی از صاحب قدرت حراسی نداشته باشی؟ آنچه را که درست است انجام بده که تو را تحسین خواهد کرد، زیرا خدمتگزار خداست تا به تو نیکویی کند. خب حالا بحث اینجاست، این حکام میگه تا به تو نیکویی کند. کلید ما آیه 4 اینجاست. متوجهی؟ حکام خوب حکامی هستن که باعث آرامش و صلح ما میشن. در جایی که داریم زندگی میکنیم باعث آرامش هستن.
آیا من سوالی دارم، آیا مسیحیانی که در ایران هستند، این حکامی که الان دارن حکومت میکنن باعث آرامش آنها هستند؟ مگر نه اینکه عزیزان رو به خاطر ایمانشون دارن دستگیر میکنن، به خاطر ایمانشون حبس میکنن، به خاطر ایمانشون حتی به صورت ترورهای خاموش انجام میشه، حالا ترور میکنن و ماشین زیر میگیرن و خیلی کارهای دیگه. اگر واقعا استنباط ما این باشه که این حکام از نکن دیگه به نیکویی نیکوی شما رو داشته باشن، آیا این حکام واقعا برای ما ایرانیان، ایرانیان مسیحی مخصوصا که در ایران هستن و جمعیتی بالغ بر 2-4-6-8 میلیون حالا آیتما هستن که جمعیت هم بگم ما حتی بیان 2 میلیونش هم در نظر بگیریم که سقف پایینش ظرف این 20 سال، حالا آمار دقیق نداریم ولی آماری که گفته میشه، آیا میخوان ببینیم این جمهوری نظام، این جمهوری اسلامی تا کنون به نفع ما بوده، به نفع ما مسیحیان بوده؟ مگر نه اینکه مسیحیان عزیز و شهید کردن مثل برحال شهید دیباج، شهید حسوکیان و هر و و و و. پس بنابراین به نظر من اینطور آرامشی من نمیبینم حقیقتا. حالا من از شما سوال میکنم کشیش بابر، آیا به شما آیا تا کنون شما آرامشی از این نظام جمهوری اسلامی دیده ای؟ کشیش نوری عزیز، من با عنوان یک مسیحی، با عنوان خادم کلیسای خداوند، من نه تنها بلکه من باور دارم بیش از 80 میلیون انسان در 43 سال گذشته، نه تنها این نکته که شما بهش اشاره کردید که در باب 4 آیه 4 باب 13 رساله رومیان هست، نه تنها نچشیدن و اگر وجود داشته کلن سلب شده از افراد. این نظر شخصی منه، کیش مهدی نظر شما؟ بله، اصلا به طور کلی خدایی رو که ما تعریف میکنیم، ما میگیم خدا رو خدای دانای مطلق، توانای مطلق، مهربان مطلق، یعنی مطلق، یعنی از اون بهتر دیگه نیست، یعنی 100%. حالا اگر بخوایم آماری بگیم، کلام خدا میگه دیگه، میگه خداوند ما خداوندیست دیگه، خشم بیر غضب کسی رو احسان بر. حالا این خدا طبیعیست که هیچ وقت از ظلم پشتیبانی نمیکنه، هیچ وقت از ناعدالتی پشتیبانی نمیکنه، هیچ وقت از بیداد پشتیبانی نمیکنه. اگر میگن اگر قرار بود این کارو بکنی که فرعون ها بودن دیگه، همینجور ادامه میدادن و هرگز. بله، همینطور که برادر خوبم کشیش نوری عزیز گفت، این مربوط میشه به حاکمانی که رعایت عدالت رو میکنن، برای رفاه ملت تلاش میکنن، در نیکویی کوشا هستن، در زنده باشی. بله، نه مثل اینه که همین کشور رو که به باد دادن، این شمالش یه طرف، جنوبش یه طرف، و مردمش هم که یا تو زندان هستن یا تو گرسنگی و فقر هستن، بچه هاشون تو خیابونا هستن. این چیز نتیجه کاریست که بله. این نه، هرگز اینطوریست. بله کشیش نوری عزیز، به شما برمیگردیم. پس نما کنید، ما میبینیم این حاکم ها واقعا حاکم نیستن که ما بخواییم طبق کلام خدا از اونا اطاعت کنیم. حاکمانی که برادرها و خواهران ما را به خاطر ایمانشون الان خیلی ها داریم در حبس هستیم، الان که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، خیلی از برادرها و خواهرای ما مسیحی در حبس هستن. آیا این آرامشه؟ خیلی از برادرها و خواهران ما رو میگیرن، حتی با شغلایی که دارن اخراجشون میکنن به خاطر اینکه فشار میارن بهشون. آیا این آرامشی که تعریف شده در این کلام، پس اگر این آرامش تعریف نشده، این حکام با این آرامش هیچ سازگاری ندارن، اینجا کلام خدا راجع به این حاکما صحبت نمیکنه. بله، ما قبول داریم تمام قدرت ها رو خداوند انتخاب. شما میخواد یک نمونه بگم، شما شاول نبی، اولین کسی که پادشاه بود، مگه خداوند انتخابش نکرد؟ مگه خداوند از طریق سموئیل مسش نکرد؟ پس چرا خط شد دوباره؟ اجازه بدید من برم کتاب سموئیل نبی رو باز کنیم، فصل 10 اگر پیشتون هست، آیه 8 و سموئیل به شاول میگه،
میگه پیش از من به جلجال برو و اینک من برای تقدیم قربانی های تمام سوز و ضد قربانی های رفاقت نزدت خواهم آمد. هر روز منتظر باش تا نزدت بیایم و آنچه را باید انجام دهی به تو میگویم. نگاه کنید، این فرمانی که سموئیل نبی به کی میگه؟ به شاول. شاول میره جلجال اما سب نمی کنه که سموئیل بیا و خودش مراسم اجرا می کنه بدون این، یعنی این تخطی، این خلافی که شاول انجام میده. اگر بخوایم آیه از کنم خدمت شما 13 را بخونیم، زمانی که سموئیل میاد و میبینه که شاول منتظر نمونده که کار خدا انجام میشه، سموئیل به اون گفت احمقانه رفتار کردی و فرمان میده که یهوه خدایت به تو داده بود نگاه نداشتی، زیرا در آن صورت خداوند پادشاهیت را تا ابد بر اسرائیل استوار می‌داشت. اما آیه 14 میگه حال پادشاهی تو دیگر دوام نخواهد داشت. خب این شاول کی انتخاب کرد؟ مگر نه اینکه خداوند انتخابش کرد. اما نگاه، انسان ها آزادن، پادشاه ها آزادن، خادمین آزادن، اینا رو خداوند هم انتخاب میکنه، ولی اینا آزادن، میتونن در قداست پاکی با اون چیزی که خدا گفته راه برن، میتونن تخطی کنن به گناه بیفتن. پس این که بعد وقت ما میگیم قدرت ها از طرف خداست، دلیل این بر این نیست که قدرت ها تخلف نکنن. اگر تخلف کردن خل میشن، مثل شاول که اینجا شد. نگاه کنید ادامه آیه را من بخونم. زیرا خداوند مرد موافق دل خود جسته و او را به رهبری قوم خویش مأمور ساخته است، زیرا آنچه را خداوند به تو فرمان داد نگاه نداشتی. ما میبینیم که داوود نبی جانشین شاول میشه. عزیزان، ما قبول داریم که تمام فرمان ها طرف خدا هست، تمام قدرت ها هستن، اما افرادم آزادن، افرادی که انتخاب میشن آزادن، میتونن در راستای خداوند حرکت کنن، میتونن واقعا در راستای خداوند هم حرکت نکنن، بر حسب امیال خودشون حرکت کنن. حالا آیا به نظر شما، من اصلا سوال دارم، آیا این ما طبق نمونه که دادیم، طبق نمونه که دادیم کشیش مدبر گرامی و کشیش مهدی گرامی، آیا ما باید از حکامی که کلام خدا گفته نااطاعت میکنن، از اونا باید ما بیاییم تبعیت کنیم، فرمانبری کنیم ازشون؟ بله کاملا کش مهدی خواهش. بله نه، شما کاملا درست میفرمایید و نه، طبیعتا کسانی که خدا لطفشو همیشه شامل حال ما میکنه، خدا در رو باز میکنه، خدا لطفو میکنه. این ما هستیم که باید بتونیم اون ارزش و اون لطف خدا رو داشته باشیم. مثل نجاتیست که خدا ما میده، خدا ما رو نجات میده، ولی منم که باید اون نجات رو حفظ کنم. خدا زمانی که آدم و حوا در باغ عدن بودن، این حرمت رو به انسان گذاشت، این احترام رو را حالا بگیم به انسان گذاشت. وقتی که انسان گناه کرد، خب همونجا خدا هر کاری میتونست، خدا ما رو خلق کرده بود، همونجا میتونست هر کاری انجام بده، ولی به دلیل اینکه اون اختیار آزاد رو به ما داده بود، در واقع به این اختیار آزاد این انسان حرمت گذاشت، احترام گذاشت. من به تو اختیار آزاد دادم و تو تصمیم گرفتی هم چیکاری بکنی، اوکی، ولی خب اینجا دیگه جاد نیست، از اینجا دیگه باید بری بیرون. و حال در وضعیت فعلی هم همینطوره، خدا توسط عیسی مسیح به ما این حرمت رو برگردون، دست خود ماست که این حرمت رو دیگر، در نتیجه در رابطه با حاکمین هم به همچنین، ما تا زمانی که در اون چارچوب هستن، در اون چارچوب اطاعت خدا هستن، ما موظف میشیم از اونا اطاعت کنیم. وقتی که از اونجا خارج میشن، دیگه برای ما غریبه هستن. بله، البته این شامل حتی حکامی میشه که خدا ناباورند، اگر به جهت نیکویی مردمشون گام برمیدارند، خداوند اونها رو در منصبشون حفظ میکنه. اگر اون فسادی که در ذات انسان این استعداد وجود داره که قدرت و پول رو فاسد بکنه، اگر کشیش نوری عزیز
حتی حکومت هایی که خدا ناباور هستند هیچ ضمانتی رو از طرف خداوند بر اساس کلام به اونا داده نشده که تا ابد بمونن، چون خدا اونها رو گمارده. همونطور که شما فرمودید اگر در بدی برای مردمشون گام بردارند، خداوند همونطوری که به اونها سپرده از اونها خواهد گرفت و این یا طریق در واقع قدرت های نیروهای مردمیه یا اینکه خداوند به طریق دیگه‌ای عمل خواهد کرد. من می‌خواستم مطلع بشم که ما چند دقیقه دیگه وقت داریم. کیش نوری عزیز بفرمایید ادامه بدید که تا پایان رو به پایان برسونم. من خیلی خلاصه بگم. پس کجا ما می‌تونیم تشخیص بدیم چه حاکمی واقعا از طرف خداست و چه حاکمی از طرف خدا نیست؟ برادر و خواهرای من، شما خودتون نگاه کنید، آیا شما آزاد هستی در اون کشور عبادت می‌کنید؟ آیا آزاد هستی که اعلام کنی تو مسیحی هستی؟ آیا اگر اینها متوجه بشن که تو مسیحی هستی تو را بازداشت نمی کنن؟ آیا اگر بفهمن که تو مسیحی هستی تو را از کاری که داری اخراج نمی کنن؟ اگر بدونن مسیحی هستی پروانه کسب و کار تو باطل نمی کنن؟ خب آیا این از طرف خداست؟ آیا این حاکم که از طرف خدا است یا حاکمیست از طرف شیطان است؟ من قبیحا میگم حکومتی که الان در رأس جمهوری اسلامی، نمیشه گفت ایران، واقعا جمهوری اسلامی در ایران هست، این حکومت از طرف خداوند نیست. یعنی حداقل یک کاراش از طرف خداوند است. ممکنه خداوند خواسته باشه از این استفاده کنه، بله، واقعا اگر این حکومت نمیومد مردم متوجه اسلام نمیشدن، مردم اصلا نمیدونستن اسلام چه، ولی این حکومت اومد مردم بیشتر رفتن تحقیق کردن و ما از همون مسلمان‌زاده‌ای هستیم که الان عرض کردم جمعیتی هست بین 2 تا 8 میلیون که مسیحی شدن، از همون ایمانداره مسیحی هستیم. خداوند خواست از اینا استفاده کنه که ما بیدار بشیم. اما آیا کاراشون خداوند کاره خداوند خیر مثل فرعون؟ خداوند از فرعون استفاده کرد اما کار فرعون نپسندید، بلکه بعضی مواقع ذات فرعون رو نمایان میکرد. هر وقت میگه قلب فرعون سخت میشه در از اون ذاته بساب نمایان میشه. امروز باید گفت که نظام جمهوری اسلامی نظامی است که برخلاف سازمان های حقوق بشری است، قوانینش خودش عمل کردش و اینکه خلاف حکومت هایی است که اراده خدا رو انجام میده. در آخر من واقعا میخوام که عزیزان اگر واقعا میتونید طبق کلام که ما براتون باز کرد، ما کسی رو نمیخوایم تشویق کنیم آقا برید تو خیابون، که اگه کسی تمایل داره، اگه واقعا دوست داره که بره میتونه بره، بابان یک ایماندار، بابان یک مسیحی میتونه بره، اونم به هر حال اعتراض خودشو داشته باشه. ممنونم جیش نوری عزیز. بله، برای اطاعت از حکام نه فقط در واقع ایمان ما و اون چیزی که در کلام اومده برای ما توصیه دارد یا ندارد، بلکه عقل سلیم هم کشی نوری عزیز و کشی مهدی عزیز این رو به ما میگه که اون چیزی که اون دولت و اون قدرت و اون قوتی که به صلاح تو گام بر نمیداره ابراز مخالفت بکن، تو حق خودت رو و در واقع اون بخشی از سهم خودت رو از این زندگی باید طلب بکنی. شرکت در واقع تظاهرات به این معنی که حقوق خودت رو درخواست کنی، حقوق عام مردم رو، حقوق اجتماعی مدنی رو به طلبی، این برخلاف نه تنها باور مسیحی ما مسیحیان نیست، بلکه برخلاف عقل و انسان عاقل اون چیز رو که ازش دزدیدن، ازش گرفتند، ازش ربودن رو میسته و باز پس میگیره. کیش مهدی عزیز، بله. دقایق بیشتری نداریم، اگر مطلبی بفرمایید. بله، در همین رابطه عرض بکنم که طبیعی است که ما هم مثل بقیه مردم، تازه ما خیلی مسئولیتمون بالاتر، چون ما حداقل این ادعا رو داریم که خدای واحد حقیقی رو شناختیم. در نتیجه طبیعتاً مسئولیت ما نسبت به بقیه که هنوز به این شناخت نرسیدن بیشتره. بله، ما هم مثل بقیه مردم
کشورمون میریم بیرون اعتراض میکنیم، ما هم بی‌عدالتی شامل ما هم میشه، تازه بدتر. مثلا یا 4 نفر جمع میشن دعا میکنن، حتی برای اینا میگیرن میکنن 10 سال زندان 8 سال زندان بدتر. ولی منتها ما هم مثل بقیه میریم بیرون اعتراض کنیم. فقط یه فرقی ما داریم و اون این که ما نه شمشیر میکشیم نه اسلحه برمیداریم و نه خشونت نه خشونت. ما بدون خشونت عمل میکنیم. ما فریادمونو میزنیم، ما اعلام میکنیم که ای حاکم وقت، تو لایق نیستی، تو باید بری، تو باید استعفا بدی. یا حتی شدیدتر میتونیم بگیم نه این وقت باد شرم، الان من میگم همیشه شرم بر شما باد که این چنین بیرحمانه تفنگتون رو به سوی جوانان این مملکت که سرمایه این مملکت اصلا میگیرید، شرمتان باد واقعا. ولی ما با مرگ گفتن و لعنت کردن و شمشیر کشیدن البته که مخالفیم، ما چون به شباهت اونها در میاد. بله شبیه اونها خواهیم. اتفاقا این حالا خیام یه شعری داره میگه من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میانه من تو چیست؟ بگو اگر اونا بد میکنن من هم مثل اونا بکنم، خب من هم مثل اونا میشم دیگه، چه فرقی داریم با هم دیگه؟ بله بسیار عالی. کشیش نوری عزیز، دوست قدیم و خوب من و برادرمون مهدی، چقدر عالی که امروز با شما بودیم. خیلی ممنون برای مطالب واضح و کاملا روشن شما و مطلبی که هر عقل سلیم مسیحی یا غیر مسیحی با اون مخالفتی نخواهد داشت. خوشحالم که با شما بود. از شما درخواست میکنیم، دعوت داریم که در برنامه بعدی نیز با ما باشید. من خوشحال شدم که با شما عزیزان همراه بودم. تشکر میکنم که این وقت من به من دادید. حتما در خدمتتون خواهم. سپاسگزارم، باعث افتخار ماست. عزیزان پیش مهدی برای خداحافظی با عزیزان اگر مطلب بود. بله بود. روز عالی بود. ممنونیم از برادر بسیار عزیزمون کشیش نوری عزیز که وقت دادن. واقعا ما باز هم از وجود ایشون استفاده میکنیم. خوشبختانه تونستیم باز هم از ایشون قول بگیریم. بله. که باز هم در خدمتشون باشیم و خدا رو شکر صحبت میکنیم. اصلا مسائل این روزها واقعا جای بحث و گفتگو داره. ساعتها باید نشست و در این رابطه ها صحبت کرد. همه ملت ما این رو میدونن که این در این شاید در این 100 سال اخیر بی سابقه بوده که اینطور ملت ما از همه شهرها، از همه قومها، از همه قبیله ها، از همه زبانها، از همه مذاهب، از همه واقعا متحد و یک دل به خیابان بریزن در مقابل این بی‌عدالتی، در مقابل این ظلم، در مقابل این کشتار، در مقابل خیلی از این کشتارها در زندان‌ها انجام میشه که ما بی‌خبریم ازش، کسی خبردار نمیشه. حالا جدیدن یه ذره این وسایل ارتباط جمعی هست یه ذره بیشتر پخش میشه. فکرشو بکنید 5-6 سال پیش، 7-8-10 سال پیش اینا کشتار میکردن، کی میفهمید؟ کی متوجه میشد؟ هنوز هم جسدهایی رو در این برابر شال کردن که هنوز صاحبانشون به دنبالشون هستن. پس در نتیجه در مقابل اینا ایستادید. خدا برکتتون بده، خدا قوتتون بده. ما هم به هر شکلی که بتونیم پشتیبان شما هستیم و حتما این رو مطمئن باشید خواهر برادر، خدایی هست و خدا شما رو حفظ میکنه. امین. چون شما به دنبال عدالت الهی هستید، به دنبال عدالت هستید، به دنبال ظلم از بین بردن هستید. خدا برکتتون خواهد داد، اینو مطمئن باشید. و هیچ وقت اسم شما سروران من از تاریخ ایران هست نخواهد شد و همیشه اونجا خواهد بود. آمین. انجیل متی باب 5:6 این رو به من میگه و به همه شما عزیزان: خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، بله، زیرا ایشان سیر خواهند شد. اون چرا که بخواید بطلبید، اون عدالت خواهی شما سبب خواهد شد که اون رو به دست بیارید. کشنوری عزیز، همینطور از شما تشکر میکنم پیش مهدی عزیز که با ما بودید. پس تا دیدار بعد، ملاقات دیگر، شما عزیزان رو به خدا بسپارید. خدا یار و نگهدار شما باشه. خدا نگهدار. خدا حافظ. این چه قوغایی
از طریق ایمیل و همینطور واتساپ با ما تماس بگیرید. ایمیل ما هست wrpersian@gmail.com و همینطور واتساپ ما هست 2031-638-9898. امیدواریم که این برنامه پند حقیقت آشکار باعث برکت شما شده باشه. اگر در مورد این برنامه سوالی دارید، می توانید با شماره واتساپ 2031-638-9898 با ما در تماس باشید.